امضا کنه صاحب ملک هست که باید اونها رو یه مقدار فرم هست که باید امضا کنه. اگه شما دارید رنت میدید، مثلا در یه منزل هستید که دارید رنت کردید، مال خودتون نیست، ولی اگر صاحب ملک بگه اوکی هست و شما میتونید سولار بزنید، ما میتونیم این کار رو براتون انجام بدیم. تو بیزینس هم همینطور، ما مثلا الان دو سه تا مارکت هست که ما داریم این بیزینس ها سولار براش رو میزنیم. یک بعض از این مارکت ها صاحب ملک نیستن، ملک مال شرکت دیگه هست، مال یه کورپوریشن دیگه هست، مال یه شخص دیگه هست. ما چیزی که احتیاج داریم که باید به صاحب ملک، با اونر تماس بگیریم و اونا به ما این مجوز رو بدن. خب پروسسش هم تو که خود خدمتون گفتم خیلی آسونه. معمولا ما میام یه پروپوزال خدمتون میدیم، there is no commitment، یعنی که هیچ نوع مخارجی برای شما نداره برای که این کارو بخواد انجام بدید. سیستم پرداخت و فاینانسینگ سولار برای بیزنس و برای منازل فرق میکنه. برای منازل همونطور که خدمتون گفتم no money down no payment first yet، یکی از این فاینانسی ها این هست. البته یه موضوع جالبی نیم برای خونه ها اینه که ما لین نمیذاریم روی خونه. میدونید یه چیزی نیست که مثلا بگید که خب حالا من مثلا خونه من اینقدر ارزش داره، حالا سولار سیستم ما شد $30,000، شما آره یه لین هم میذارید روی خونه ما. نه، روی منازل هیچ نوع لینی وجود نداره. البته کردیت چک میشه که ببینیم که برای پرداخت این موضوع، برای پرداخت این کار. و موضوع اصلی اقتصادیش اینه که موقع شما این سولار سیستم رو میذارید، من یک حساب کردم که سال اول که خیلی جلو هستید، سالهای بعدم حتی هزینه‌ای که شما برای سولار پرداخت میکنید باز خیلی پایین تر از هزینه برق ثابتون خواهد بود. و البته به خصوص بعد از اینکه این پرداخت تمام انجام شد که دیگه البته هیچ نوع پرداختی نخواهید داشت برای سولار. یعنی که در واقع یه موضوع دیگه اینی که خدمتون بگم اینی که ما دو نوع سولار سیستم داریم. یه نوع سولار سیستم هایی هست که 90% کارهایی که ما میکنیم برای اون مبناست، یعنی که شما هنوز به شرکت برق وصل هستید، یعنی این نیست که از شرکت برق قطع میشه. یعنی که بعضی از یکی از دوستان زنگ داده بود که خب ما الان سولار بزنیم، خب شب چه کار میکنیم، شب که به اصطلاح تاب چیز هست، خورشیدی وجود نداره. نگاه کنید سولار سیستم طوری که کار میکنه که ما موقعی این سیستم رو دیزاین میکنیم و اینا به اصطلاح براتون وصل میکنیم، یه میتر مخصوصی هست که وصل میکنیم و این در واقع این میتر دبیت کردیت مشخص میکنه. موقعی که شما تولید برق مال سولارتون بیشتر از مصرفتون هست، این در واقع از طریق اون متراژ شما به اصطلاح گرید یا اینکه یوتیلیتی کمپانی به شما کردیت میده و شب که در واقع شما تولیدی ندارید، در واقع اونو دوباره استفاده میکنید. در واقع مثل یک حساب پس انداز میمونه که شما میرید موقع که تولیدتون بیشتر از مصرفتون هست تو اونجا به اصطلاح سولار کردیت دیپازیت میکنید، موقع که برعکس هست میتونید برید اون رو استفاده کنید. و این دبیت کردیت و این به اصطلاح این موضوع، این سیستم اینطوری تا یک سال ادامه داره. یعنی این نیست که حالا من اگه امروز استفادهش نکردم از بین میره، خیر، این تا یک سال ادامه داره و میتونید قابل استفاده است. یه موضوع دیگه خدمتون بگم که بعضیا فکر میکنن که یوتیلیتی کمپانی ها زیاد راجع به این موضوع دل خوشی ندارن راجع به سولار، ولی نگاه کنید یوتیلیتی کمپانی ها برای شما یه چک میفرستن بر مبنای 40% کیلووات سیستم کپاسیتی سولار سیستمی که شما به اصطلاح ما پیاده میکنیم، که این چک برای منازل ما بین $1,000 تا $3,000-$4,000 میشه که این چک رو بعد از 2-3 ماه میفرستن براتون. یعنی که اونا واقعا میخوان که شما، یعنی دارن میخوان تشویقتون کنن که برید سول برای این کار سولار رو انجام بدیم. خب سوال پیش میاد خب برای چی؟ خب ما میشیم مثل رقیب اونا و داریم در واقع
انرژی تولید میکنید. موضوع اینه که برمیگرده رو موضوع اقتصادی. ریشه اقتصادی اصلش اینه که شما باز اون مازادی که ایجاد میکنید برای الکتریسیتی، اونا با خریدی که از شما میکنند باز خیلی ارزونتر از هزینه خودشون خواهد بود، بنابراین به صرفهشون هست یوتیلیتی کمپانی که همه به اصطلاح سولار، این کار سولار رو انجام بدن. حالا بعضی از برمبنای جایی که از نقطه جغرافیایی و محلی که شما هستید کردیت های دیگه هم وجود داره. ایالت های مختلف مثلا استیت آف کالیفرنیا یک گرین اینیشیتیو داره به خصوص برای بیزنس ها که یه مقدار زیاد بیشتر کردیت میدن. ما الان داریم یک سولار سیستم پیاده میکنیم برای یک کارخونه. مشکلی که باشون پیدا کردیم چون مصرف برق این کارخونه خیلی بالاست، یعنی حدود ماهی $40,000 پول برقشون هست و به اندازه کافی روفتاپ ندارن که ما بتونیم تمام سولار رو انجام بدیم، ولی پشتشون مثلا پارکینگ خیلی زیاد وجود داره. ما اینا رو دو تا آپشن داریم، دو تا گزینه داریم. یکی این که به اصطلاح گراوند سولار سیستم بزنیم، یعنی که همون پنل‌ها رو بزنیم روی زمین که البته ریزد هست، یعنی که درست روی زمین انجام نمیشه، روی یه پلتفرمای انجام میشه، یا اینکه روی پارکینگ همونطور خدمتتون گفتم روی کارپورت انجام بدیم. باز با اینکه هزینه‌ها یه مقدار میره بالاتر ولی باز خیلی به صرفه است که این کارو انجام بدیم. خب بعد از اینکه ما این کارو انجام دادیم به اصطلاح و انجام شد و یک نوع قرارداد ما بین شما و شرکت ما امضا میرسه، چون بدون اون ما در واقع بدون مجوز ما نمیتونیم این کار انجام بدیم. موضوع بعد از اون اینه که خب موضوع پرداخت این سیستم سولار هست. آپشنایی که داریم برای پرداخت، یکی این که خب بعض از دوستان، بعض حتی بیزنس منا و یا صاحبان خانه میگن که نه ما اصلا میخوایم پرداخت کنیم، نمیخوایم فایننس کنیم. خب یه نوش اینه که شما مستقیما پرداخت میکنید و موضوع تموم میشه. من در اون قسمت فایننسینگشو میگم. یه نوع دیگه اش هست که به اصطلاح ما میریم اینو براتون فایننس میکنیم. ما با دو تا سه تا بانک کار میکنیم، سه چهار تا فایننس کمپانی کار میکنیم. البته یک کردیت چک انجام میشه که ببینیم کردیت شما در چه، یعنی که ما یک کردیت اپلیکیشن هست ما پر میکنیم و بعد ما سعی میکنیم که بهترین ریت رو براتون بگیریم برای فایننسینگی. یه نوع دیگه‌اش که البته من زیاد رکامند نمی‌کنم ولی بعد اونم یه آپشن شما هست، اینه که شما میتونید اینو لیس انجام بدید به جای که بخرید. یعنی در واقع یه شرکت دیگه اینو می‌خره و اینو به شما لیس انجام میده، یعنی شما به جای ماهونه در واقع شما اونر سولار سیستم نیستین و اینه مثل اینه که این ماشین دارید لیس میکنید، این سیستم رو لیس میکنید، یه پرداخت لیس پیمنت انجام میدید و معمولا بعد از 5 سال یا بعد از لیس آپشن دارید، یعنی که بعد از 5 سال شما میتونید اینو بخرید، بعد از 10 سال بخواد اینو بخرید و این کارو میتونید انجام بدید. یه نوع دیگه برای فایننسینگ که اینم خیلی جالبه و تازگی در واقع این نوع خرید با وارد بازار شده، بهش ما میگیم PPA Power Purchase Agreement. و با Power Purchase Agreement شرکت های سوم هستن که میان در واقع به خصوص، البته این PPA برای بیشتر برای بیزنس ها قابل پیاده شدن هست تا برای منازل. PPA کاری که میکنیم، یه شرکت های هستن که میان مثلا برای سیستم های بزرگ سولار، فرض کنید یه سیستمی که 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون مخارج اون سیستم هست، در واقع اینا اومدن میان سرمایه گذاری میکنن، اون سیستم رو در واقع میخرن، در واقع اون شرکت پول هزینه رو به ما میده و در واقع کاری که میکنن میشن در واقع شرکت تولید کننده برق. حتی بعض از این پی پی ها مقدار برقی رو که تولید میکنن خیلی بیشتر از خیلی بیشتر از مصرف اون شرکت هست یا اون کارخونه هست و در واقع کاری که این شرکت ها انجام میدن خودشون میشن شرکت برق، یعنی در واقع تولید کننده برق میشن.
این یه خورده کامپلیکیتد هست، البته به خصوص برای منازل زیاد جالب نیست، چون در واقع این برای کارخانجات، برای شرکت های بزرگی که تولید برقشون خیلی بالاست، و در واقع در این موقع ما یه شرکت های هستن که تخصصشون اینو بهش میگن PPA Power Purchase Agreement، ولی حالا من زیاد در جبه اون جزئیات نمیشم، برای که میگم که یه خورده کامپلیکیتد تر هست. بعد از اینکه موضوع به اصطلاح فاینانسینگ انجام شد، شرکت ما میره در شهر و پرمیت رو میگیره. ما باید اول از شهر پرمیت میگیریم. پرمیتی که شهر گرفتیم در واقع بعد از یه هفته دو هفته ما میتونیم این رو نصب کنیم. برای منازل نصب سولار معمولا یک روز دو روز بیشتر طول میکشه و هیچ شما هیچ به اصطلاح احتیاج نداره که از منزل برید بیرون، احتیاج نداره که هیچ نوع به اصطلاح اینترابشنی در منزلتون باشه، چون هم کار خودتون انجام میدین. در روز کارمندان ما میان بالا، میان بالای سقف و اینو سیمکشی رو انجام میدن، اینو تکمیل میکنن و به اصطلاح و یه دونه سویچ داره، ولی پیش از اینکه این سویچ رو ما آن کنیم، خود یوتیلیتی کمپانی شرکت برق میاد باز یک بررسی میکنه، یه به اصطلاح خود چک میکنه که مطمئن بشه که به اصطلاح این سیستم اوکی هست، و بعد که اوکی اونو گرفتی یه دونه مجوز داد به ما و ما میتونیم این سیستم رو آن کنیم. یعنی خیلی و موقع که آن شد، یعنی در واقع دیگه شما الان داره سولار شما کار میکنه و هیچ نوع مشکلی هم نخواهید داشت. اگه لطف کنید اون ویدیو مال سولار یه دفعه دیگه بذارید ممنون میشم. The base reason for going with solar, it was financial for us because we're actually going to end up making money on the system. We can feed that energy back into the grid and get paid for it. It's a one investment with a return of 7 years or less, and then it's all gravy. It's all cash in the pocket. What's happening is that the energy utility rates continue to rise. Avoiding that energy inflation is a huge payback, meaning they reduce their power bill to a point where their solar system is actually offsetting 50% of their power. We're locking in and fixing the price of our utility payment, and as a result, we've locked in our energy costs for at least 25 years. My hope is not only that we'll have a lot of people with solar panels on their roofs, but in another 5 years, we'll have a lot of people driving electric cars. Gas might hit $5, $10 a gallon. We wouldn't even care. The whole idea here, the whole theme, is to wean ourselves off fossil fuels. It also has great earth benefits because it reduces your carbon footprint and contribute toward the solution for global warming. As a mother, I think it's really important that we are not contributing to carbon in the air, that we have clean air to breathe. It's about when I turn on my lights that I'm not burning a lump of coal somewhere. For every $1 million in renewable energy spent, it creates 16 and a half jobs, whereas if you spend $1 million on a fossil fuel energy source, it only creates 5. This should be fun. I mean, why shouldn't we have fun making the world a better place? I've had strangers pull into the driveway and say, tell me about your system. So this is a representation of all the 32 panels on my roof. You find out what the system actually produced in a year. You go to Germany, Japan, Singapore, solar farms everywhere. Solar is not the alternative energy. Coal's the alternative energy. Solar is the original energy. Hopefully someday I'll have grandchildren, and I'd rather leave the world a little cleaner than what it was left for me. همونطور که ملاحظه می‌کردین، یه موضوعی که خیلی اینا گوشزد کردن، موضوع انوایرمنت در واقع. یک دیمنشن سولار اقتصادی است که به صرفه همه هست و در واقع خیلی از شرکت ها و منازل دارن سیستم های سولار رو دارن پیاده میکنن. یه موضوع دیگه که خیلی مهم هست و اتفاقا توی این مناظره های سیاسی ما بین ریپابلیکن ها و دموکرات ها من گوش میدم، خیلی دارن صحبتش میکنن راجب انوایرمنت، راجب گلوبال وارمینگ،
که تمام اینا واقعیه، تمام اینا حقیقت داره و سولار